به نام خالق متعال، من راضی دانش هستم و شما رو خوش آمدید عرض می کنم به یک دیگر از سلسله میزه گردهای مجازی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان. عصر بهاری همه شما بخیر. بسیار خرسند هستیم که امروز در خدمت اساتید محترمی هستیم در میزگردی با عنوان بررسی سیاست‌های قومی دکتر نجیب‌الله و دکتر اشرف غنی. سخنرانان این میزگرد هر یک جناب آقای دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی دانشگاه ایندیانا آمریکا، جناب آقای دکتر سید اسکر موسوی، مردم شناس و استاد دانشگاه، جناب آقای غلام جیلانی زواک، رئیس مرکز مشورتی و تحقیقاتی افغان، و جناب آقای عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان. درک اولیه از جهان معاصر نشان می‌دهد که منازعات حاد اجتماعی مانند مناقشات قومی، زبانی، دینی و امثال هم به نحو بارزی ثبات نظام سیاسی هر کشور و ملتی را خدشه‌دار می‌سازد. به طور مثال اندیشمند صاحب نامی مانند جان استوارت میل اعتقاد داشت که استقرار نهادهای آزاد در کشوری که از اقوام و ملیت‌های متعدد تشکیل شده غیر ممکن است. از سوی دیگر بعد از پایان جنگ جهانی دوم جهان شاهد احیای موضوع قومیت‌ها و مثابه یک موزل در سیاست، موضوعی مهم در زمینه بسیج سیاسی مردم و منبعی برای منازعات داخلی و بین المللی بود است. اهمیت سیاسی موضوع قومیت نه تنها در قلمرو سرزمین‌های تحت استعمار جهان سوم، بلکه در دموکراسی‌های فراصنعتی پیشرفته اروپای غربی و شمال آمریکا نیز واضح بود است. از دهه 1960 میلادی به تدریج نارسایی‌های دیدگاه جان استوارت میل متباین شد. اندیشمندان با اشاره به تجربه‌های همزیستی دموکراسی و تنوع قومی و فرهنگی در برخی جوامع، توضیح و تبیین چرایی این پدیده را آغاز کردند. برخی معتقد بودند که اگر در ساختاربندی سیاسی دموکراسی سه عنصر کلیدی وجود داشته باشد، دموکراسی در جوامع متعدد با اقوام متعدد نیز کارایی خوبی خواهد داشت. این عناصر عبارت بودند از ائتلاف گسترده حکومتی، نمایندگی تناسبی و فدرالیسم. با طرح و گسترش چنین مباحثی امروز اعتقاد بر این است که عقیده کلاسیک ناسیونالیسم که تنها از طریق همانندسازی، ناسیونالیسم همگرا کننده یا سلطه قومی میتوان فرایند ملت سازی را محقق ساخت، با چالش جدی مواجه شد. بنابراین قومیت کماکان به عنوان نیروی قدرتمند در حوزه مسائل سیاسی عصر حاضر همچنان باقی خواهد ماند و از بین نخواهد رفت. واضح است که علل بلاواسطه‌ای که منازعات قومی را تسریع می‌کند و اشکالی که منازعات رنگ قومیت به خود می‌گیرند در بین کشورها و حتی در طول تاریخ یک کشور نیز تفاوت‌های بارزی با یکدیگر دارند. بنابراین در این حوزه ما با پرسش‌های متعدد و مهمی روبرو هستیم. با توجه به آنچه گفته آمدیم و به علت اهمیت بیش از حد قومیت، ما باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم. از این رو در این میزه گرد به بررسی نقش حیاتی موضوع قومیت‌ها و نقش مؤثر آن در جهان معاصر و به طور خاص در تاریخ افغانستان با بررسی سیاست‌های قومی دکتر نجیب‌الله و جناب آقای دکتر اشرف غنی می‌پردازیم. به باور عده‌ای سال‌های اخیر حکومت دکتر نجیب‌الله آخرین رئیس جمهور با تفکر کمونیستی در پی فشار حملات مجاهدین بر بزرگشهرها، بی‌نظمی سیاسی نظامی بر کشور حاکم شد. گروه‌های مجاهدین با مکانیزم جدی خود یارگیری از درون نیروهای امنیتی و دفاعی را تشدید کردند که این امر هم منجر به روی دست گرفتن سیاست‌های قومی توسط دکتر نجیب‌الله شد.
عده‌ای بر این باور هستند که تاریخ در حال تکرار شدن است. ممکن حملات تروریستان طالب همانند مجاهدین افزایش نداشته باشد و یا برعکس. ولی با کمال ناباوری حلقه تصمیم گیری در سطح کلان خیلی خلاصه تر و خاص‌تر از دوران دکتر نجیب است. اکنون به پرسش های مهم درباره سیاست های قومی در زمان این دو رئیس جمهور میپردازیم. میخواهیم بررسی کنیم آیا سیاست های قومی در دراز مدت نظم و ثبات اجتماعی را موجب میشود و یا با آرمان های دموکراسی، عدالت و اخلاق فاصله دارد. آیا گفتمان هایی برای بررسی این حوزه مهم در افغانستان به میان آمده است؟ و اگر بله، نتیجه آن چه بوده؟ چرا اغلب نگاه به این حوزه و بحث پیرامون آن همواره با سوء ظن و شک و تردید همراه بوده است؟ در خدمت جناب آقای دکتر موسوی هستیم. جناب آقای دکتر، من دوست دارم بحث امروز را با شما آغاز بکنیم و با مطرح کردن این پرسش که از دیدگاه شما چرا قومیت همچون یک محور قدرتمند در مباحث هویت سیاسی در جامعه جهانی معاصر و به شکل خاص افغانستان کماکان وجود دارد. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستان، مخصوصا جناب شهرانی، عرض کنم که بحث حضور قومیت در جامعه فعلی درست معنی معکوس اون چیزی که ما داریم هست. قومیت معنی مثبت داره. حالا هویت‌های قومی در جامعه فعلی امروز معنی مثبت داره، چنانچه در کشورهای غربی برای حفظ هویت‌های قومی، ارزش‌های قومی و فرهنگ‌های مختلف پول خرج می‌کنن و از و هویت‌های کلان از درون همین هویت تغذیه می‌کنه، ادامه پیدا می‌کنه هویت دور کلان. دلیل دیگه‌ش هم شاید این باشه که هویت‌های قومی بسیار اصل‌تر است، اگر چیز به نام اصل قائل باشیم، و بومی‌تر است تا هویت‌های کلان. هویت‌های کلان مصنوعی است. هویت‌های کلان به نسبت‌های سیاسی ساخته شده، در حالی که هویت‌های قومی ریشه‌های فرهنگی، مدنی، تاریخی، بسیار اقتصادی، بسیار بسیار درازنای داره تا هویت‌های قومی. دلیلی که چرا اهمیت اینا بالا شده، دوباره روی بحث آمده، این است که یک دلیلش به خاطر توزیع قدرت و توزیع ثروت است، یعنی نبود عدالت اجتماعی است. به معنی دیگهش معنی تبعیض است. حضور تبعیض یا تبعیضای بسیار نهادی نشده در جوامع کلان هست که به معنی حذف، به معنی وحاشی راندن، به معنی کنار گذاشتن هویت‌های خرد یا هویت‌های قومی یا هویت‌های دیگه است. این چیزا باعث شده که بار دیگه مسئله بحث هویت قومی بالا بگیره. حالا این در حد قومی یا در حد هویت‌های ملی در کشورهایی که چند تا ملت با هم یکی آوردن، متحده، مثل پادشاهی انگلستان که در او چندین ملت با چندین هویت با هم یک جا شده و از او یک حکومت کلان ساخته شده. بهترین نمونش این اعتراضات اخیر در آمریکا بود، در رابطه با سیاهان آمریکا. سیاهان آمریکا الوز از دوره برده‌داری بگیرن تا امروز در حاشیه ماندن، یعنی چیزی در حدود چندین قرن تونستن یک سیاه‌پوست دورگر با اون رئیس جمهور بفرسته که اونم در خدمت ساختار
سفیدها در آمریکا قرار گرفت در خدمت کارتل های بزرگ قرار گرفت در خدمت سیاست ها و برنامه ریزی های بسیار کلان آمریکای سفید قرار گرفت در کشورهای دیگه هم مثلا در برگردیم به انگلستان اتحاد پادشاهی انگلستان بسیار بسیار شکننده هست به خاطر که ویلزی ها ایرلندی ها و اسکاتلندی ها احساس عدالت احساس شراکت عادلانه در تعیین قدرت توزیع قدرت نمی کنند در توزیع ثروت نمی کنند بنان اونجا مشکلات است هر دو سالی ایرلندی ها میرن بر انتخابات بر استقلال برای رفرندوم برای استقلال و جدایی از انگلیس خود جدایی شدن بریتانیا یا انگلیس ها از اتحادیه اروپا بر اساس منافع یا بر اساس آل ظاهرش هویت های هویت بریتانیایی یا هویت ملی انگلیسی بود یا بریتانیایی بود اما واقعتش به خاطر ازی بود که اینا احساس میکردن که در درون اتحاد کلان اروپا اینا گم میشن در کشورهای مثل ما هم همینطوری است مثلا هویت کلانی که ما داریم یک هویت ساختگی یک هویت مصنوعی است و هویت های دیگه که بسیار درازناتر است خرد اقوام بگر و چل چل چار تا 52 تا هم ما دیدیم 52 قوم در درون هویت کلان افغانستان اینا احساس نمی کنن که در این هویت کلان شریکن شریکیشن به خاطر تنها مسائل عاطفی اینا نیست در حضورشان در توزیع قدرت حضورشان در توزیع ثروت حضورشان در تصمیم گیری حضورشان در همه این عرصه ها حضورشان بسیار بسیار ناچیز است گاهی نزدیک به هر و نزدیک به هیچ است اینجاست که هویت های قومی دوباره خودشان نشان میده الو خانم دانش مثل که مهماندار ما نمیشنوه مثل که با نظرهای من مخالف بودن رفتن بله میشنوید صدای مرا بله ما میشنویم مثل که شما نمیشنوید نه من میشنوم من برای چند لحظه قطع شد من متاسفانه ضعف اینترنت افغانستان هست من دوباره به بحث برگشتم فقط چند دقیقه کوتاه از دست دادم بس بله من توضیحات ما دادم خانم دانش بله من متوجه شدم ممنون شما دکتر صاحب سلامت باشین جناب آقای دکتر صاحب شهرانی من میخوام سوال به گونه دیگه با شما مطرح بسازم شما چرا فکر میکنید یعنی آیا شما چنین تصوری میکنید که هنوز با گسترش فرهنگ سیاست جهانی با وجود نهادهای عظیم اقتصادی و این فرایند و سازوکار نوسازی هنوز اهمیت قومیت در سیاست وجود داره و احتمالاً نقش سیاسی قومیت در ساختار سیاسی جهان تشدید شده میره؟ خب به نام خداوندی جان و خرد سلام به شما هم سلام به همگی دوستایی تشریف دارن و هم به شنوندگانای شما و رمضان هم برای همگی هموطنان خود تبریک میگم ببینید مسئله هویت البته یک مفهومی اجتماعی بنیادی است که البته با وجود آمدنی بشریت در کره زمین وجود داشته و همیشه جزی جوامی بوده و در ساختارهای جوامی ارزش و اهمیتی باسزایی داشته بازی که هویت خودش اون قسمی که در قرآن کریم هم ذکر شده با خلقتی حضرت آدم به میان میاد همین که اسما از حضرت آدم به حضرت آدم یعنی آموخته میشه توسط پروردگار و خودش به معنی است که یعنی ایجاد معنی ایجاد تفاوت ها ایجاد فرق ها
ما بین اشیاء اجسام و دیگر دیگر ضرور است و عینی چیز در جوامع انسانی هم اولین چیزی که ما روبرو میشیم بعد از تولد ما دادن اسما است. اسما به افراد هم هست، البته به اقوام هم هست. یعنی باز هم در قرآن کریم گفته شده که وجودی اقوام مختلف برای شناسایی است، نه برای تبعیض، نه برای بدبخت ساختن دیگرا. ببینین موضوع هویت معمولا در جوامع انسانی دو کاربردی بسیار عمده می داشته باشد. یکی موضوع احساساتی است، یعنی خودشناسی و تعلق گرفتن با یک گروه یا گروپ یا افراد، چی از لحاظ زبان باشه، چی از لحاظ مذهب باشه، رنگ باشه، هر چیزی که بوده باشه، وقتی که آدم با امنوی خود می باشه یک احساسی خوبی و خوشی و شناختی از خود می داشته باشه. این موضوعات احساساتی همیشه در مسائلی چیز قومیت وجود داره و کاربرد هم داره. موضوعی که البته موضوعات سیاسی می سازه، موضوع یک کاربردی ابزاری هویت هاست که چه نوع استفاده های از هویت ها شده میتونه یا اجازه داده میشه که ازش شوه. و این موضوعی است که موضوع سیاسی شدن هویت ها را در تاریخ بشریت به میان آورده و این ربطی بسیار نزدیک داره با اقسام و انواع دولت ها در تاریخ بشریت. بزرگترین قسمت تاریخی بشریت در نوعی از حکومت های به نام امپراتوری های مذهبی، یعنی چی شده، گذشتانده شده. به هزاران سال از شروعی به وجود آمدن دولت های متمرکز در ممکن است 3500 سال بیشتر که به میان آمد تا قرن 17 و 18 در حقیقت در اروپا، یگانه دولتی که مشهور و مشهود بود امپراتوری های دینی یا مذهبی بودند که در نقاط مختلف دنیا وجود داشت. در این امپراتوری ها مسئله قومیت اصلا سیاسی نشده بود، وجودی از اینا قبول شده بود و اونا نقشی در همچو امپراتوری ها همیشه داشتن و بود. اما قسمی که شما در شروع اظهار کردین که جان استوارت میلز و بسیاری کسی دیگری در اروپا در یک مقطعی به این فکر رسیدن که باید دولت های چی به اصطلاح امپراتوری های تاریخی که به اساسی مذهب و خصوصا در اروپا به کلیسا چی شده بود، تغییر یافته بود، اینا باید از بین بره و یک شکل حکومتداری تازه‌ای به دنیا با میان بیاید. و همون بود که موضوع ملت سازی و ملت گرایی، ملیت گرایی اینا با میان آمد و اینجاست که قومیت مطرح میشه به ایسی یک عنصری مهم فرهنگ سیاسی در جامعه اروپا. و ملزم ایتو فکر میکنه که جامعه که همرنگ بوده باشن، یعنی از لحاظ قومیت، زبان، مذهب، یه اوی اگر یک رنگ بوده باشن، چانسشان بسیار بهتر است که یک حکومت متمرکز قوی بتانن بسازن. و به ملیاز اروپایی ها در 30 سال در جنگ در سالهای قرن 18 با هم گرفتار شدن که از 1730 1740 خونین ترین جنگ های تا او وقتی دنیا را ممکن است که اروپایی ها تجربه کردن، که همگیش همرنگ سازی به میان آوردن حکومت های ملی یا ملیگرا در اروپا بود. اما زمانی بود که اینا باز بالاخره به یک نتیجه رسیدن که باید حکومت های ملی در اروپا عوضی حکومت های کلیسایی و دیگرا به میان بیاید. و ببینین که در حقیقت وجود تفاوت ها مایه جنجال و پرخاش نبود. پالیسی های تازهی که از طرف حکومت های ملیتگرا به میان آمد باعث سیاسی ساختن هویت ها شد که کسایی که تعلق نداشتن به یک مذهب، با یک گروه، اونها را در برابرشان تعصب به میان آمد و اینا به همی تفاوت ها را به اصطلاح به تضاد ها تبدیل کردن. این در حقیقت چیزی را که ما امروز چی در افغانستان و چی در بسیاری ممالک دیگه ای که
از اقوام مختلف تشکیل هستن تجربه میکنیم یا میبینیم، علت اساسیش اینمی ایدئولوژی نشنالیسم یا ملیتگرایی است که به این نتیجه، یعنی امو حرفای چیره و اصطلاح اروپایی‌ها خو اول ایره در اروپا تطبیق کردن با خونریزی های بسیار زیاد، و فرانسه ایره که ما امروز میبینیم به ایسی یک شکل یک کشوری نسبتاً یک رنگ نبود، یک رنگ ساخته شد و با خونریزی ها شد، و این تجربه بود که اروپایی‌ها باز از این استفاده کردن در دوره استعمار. در هر جایی که رفتن اینا کوشش کردن حکومت‌های قومگرا و ملیتگرا را به میان بیارن، و یکی از فکر میکنم از زهرای بسیار یا ایدئولوژی های زهراگینی را که اینا در جهان پخش کردن، اینمی مفهومی حکومت های ملیتگرای تک قومی و تک روی بود که ایره به حیث یک وسیله، یک ابزاری سیاسی استفاده کردن که جدای انداز و حکومت کن در دوره استعمار بود، و بعد از او هم متاسفانه ای افکار و ایدئولوژی ها باعث تشنج های بسیار زیاد در جوامی چند قومی شده. اینا ضرور نیست شوه، اما قسمی که دکتر موسوی قبلا اشاره کردن در جوامی مثل امریکا، البته تاریخش فرق داره با تاریخ جوامی سنتی اروپا و آسیا، اما یعنی راه حلی وجود داره. ضرور نیست که اگر پالیسی های دولت ها بهتر بوده باشه و شناخت قبول بکنه که وجود اقوام مختلف در یک جامعه یک چیزی طبیعی است و یک ثروت است، یک چیزی است که باید ازش تقدیر شوه، در اون صورت ضرور نیست که این وجود اقوام باعث چی شوه، تشنج سیاسی شوه. اما در عدمی از او، در صورتی که پالیسی های تکروی و ملیتگرایی پیش گرفته شوه، البته نتیجهش امی تشنج قومی، یعنی از تفاوت ها به تشنج ها تبدیل شدن، یک مسئله است که ربط مستقیم داره با پالیسی های حکومت ها خصوصا ملی، نه وجود تفاوت ها. تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. زواق صاحب، ما میخواهیم که پرسش بعدی را با شما داشته باشیم. دیدگاه شما نسبت به تعدد اقوام در طول تاریخ افغانستان چگونه بوده، و آیا از دیدگاه شما این تعدد یکی از عوامل انسجام و اتحاد میتونسته باشه و یا نه؟ و همین که من دوست دارم از شما بشنوم درباره این که اصلا چیزی به نام بسیج سیاسی قومی در افغانستان بوده از دیدگاه شما، و یا نه این فقط ایده باور ایده از افراد هست. ډیر زیات مننه، ډیر جالب بحث، یو ښه فرصت ده استادانو نظریات نه استفاده وکړم. افغانستان نه یوازې افغانستان، بلکې ټول هغه ملتونه او جوامع چې هلته مختلف قومونه پکې اوسیږي او د هویت بحران سره مخ وي، هلته قومي سیاستونه په خپله ځان ته لار پیدا کړي. د قدرت رسیدل، قدرت حفظ کول یو وسیله ګڼل کېږي، یو ته دا خلک د همدې سیاستونو نه په استفادې غواړي یا قدرت ته ورسیږي او یا قدرت حفظ کړي. دا ځکه کېږي چې خلک د خپل هویت په اړه اندېښنه لري. کله چې دغه اندېښنه موجوده وي، د دې اندېښنې نه لکه څنګه چې استاد مخکې اشاره وکړله، ابزاري استفاده کېږي، او بیا نو په سیاست کې خصوصا کله چې موږ په دغسې یو ټولنه کې چې د ډیالوګ د لارې نه، د مباحث د لارې نه موږ نتیجې ته نه رسیږو، هغه بیا په یو ستر بحران باندې. په افغانستان کې په تاریخي لحاظ که وګورو، د قومونو وجود د نزا باعث ډیر زیات نه و. نزاګانې په افغانستان کې موجودې وې، لیکن هغې نور دلیلونه درلودل، قومي تضادونه نه و، برعکس دې چې فکر کېږي یا برعکس دې چې څوک نه غواړي استفاده وکړي. په افغانستان کې، د افغانستان معاصر تاریخ کې دې مسلې لږ حاد شکل ځانته ونیو چې قومي تفریق
زمنګا سیاسي تفریقي شامل شو کله چې افغانستان کې د ایدئولوژي په اساس باندې سیاسي ګوندونه رامنځته شول خلق پرچم او دغه په خوا کې اسلامي نهضت دغه دواړه متاسفانه په قومي لحاظ باندې وویشل شول ځکه چې په افغانستان کې دغه مشکل په حقیقي شکل باندې موجود دی مشکل د افغانستان دا دی چې په تیرو سو سو کلونو کې خصوصا د احمدشاه بابا نه را په دې خواته چې افغان نشنالیزم د کوم اجتماعي قرارداد په اساس جوړ شوی دی دغه نشنالیزم د حقوقو په اساس نه دی د افرادو حقوق د ټولنو حقوق او بالاخره د ملت په اړه د مصلحت په اساس جوړ شوی دی دا هغه وخت شرایط کله چې احمدشاه بابا د سلطنت بنیاد کېښود او د هغې نه تر اوسه پورې زمامداران دې ته مجبور شوي دي چې د مصلحت په اساس تعامل نه د حقوقو په اساس په دې خاطر په افغانستان کې ټول اقوام ناراضه دي په افغانستان کې ټول هویتي واحدونه چې دي هغه ناراضه دي د دغې وضعیت نه پښتانه رضایت لري نه تاجک رضایت لري نه هزاره رضایت ځکه ټول داسې فکر کوي چې موږ دا هغه څه چې حقدار یو هم په قدرت کې د اشتراک بحث چې دی او هم د هویت د دواړه بحثونو کې شکایتونه موجود دي او دواړه کې ټول قومونه فکر کوي چې زموږ حق څنګه چې دی هغه څنګه دی په دې خاطر د افغانستان په سیاست کې د یو مهم عنصر په توګه قومي ویش موجود تاسو ګوري زمونږ چپی غورځنګونه خلق او پرچم یو ایدئولوژیک اختلاف د دې ترمن زیات موجود نه و دغه ویش څوک اعتراف کوي کنه کې یو قومي یو ژبنی ویش موجود پاتې دی همدارنګه اسلامي نهضت تاسو ګوري حزب اسلامي او جمعیت اسلامي سره د دې په دواړو کې مختلف اقوام او کسان شته د جمعیت کې یو شمېر پښتانه شته حزب اسلامي کې یو شمېر غیر پښتانه شته خلق کې یو شمېر غیر پښتانه شته پرچم کې یو شمېر پښتانه شته ډاکټر نجیب پرچم یو پښتون چې زمونږ د بحث برخه ده نو لیکن دغه محوریتونه سره جدا شوي دغه ځکه چې زمونږ نشنالیزم د حقوقو د افرادو د ټولنو او د قومونو د حقوقو په اساس نه د یو مصلحت په اساس باندې جوړ شوی نو کومې ټولنې چې د هویت بحران سره مخ وي هلته په سیاست کې قومیت لازمن ځان ته لار پیدا کوي او کله که دغه وضعیت داسې وي چې د سیاسي تعامل د لارې نه د مباحثې د لارې نه کوم نتیجې ته ونه رسیږي نو تاوتریخوالی په خپله دغه ځای نیسي چې بدبختانه په افغانستان کې دغه وضعیت تعامل میکروفون تنها بسته است. میکروفون شما بسته است. بله بله. میکروفون ما بسته. نه از خانم دانش بسته بود. بله بله بله. متاسفم. که خدمت کردم میکروفون بسته. نه تشکر از شما زاد. بله ممنون شما. رفیع صاحب محترم. دیدگاه شما درباره تعدد اقوام در افغانستان چگونه هست؟ و فکر میکنید که کدام عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی باعث به وجود آمدن یک کنش جمعی قومی شدند در طول تاریخ افغانستان؟ میکروفونتان بسته است آقای رفی. با عرض سلام خدمت تمام مهمانان بزرگوار و همچنان بیننده‌های محترمتان ما فکر میکنم که همون اساسی دارین بحث ها را دوستان انجام دادن. شاید پرسش اصلی را که شما کردین در مورد چگونگی وضعیت ما فکر میکنم که دوستان پاسخش دادن. ما اجازه بدین من کمک از بحث دوستان فراتر برم و خاصا در مسائل چگونگی برخورد مسائل قومی در افغانستان یک کم اشاره بیشتر برم. البته هیچ کشوری در منطقه ما وجود نداره که در اونجا تقومی باشه، کشور تقومی باشه. تعداد قومی در کشورهای همجوار ما بسیار زیاد است. مثلا شما در حتی وقتی شما ترکمنستان میرین میبینید که دیگه اقوام هم به اندازه کافی اونجا وجود دارن. یا مثلا در ازبکستان یا در تاجیکستان. و همچنان در پاکستان و ایران و چین
بدون شک شما میتونید به وضاحت ببینید که گروه های بسیار متعدد اقوامی وجود دارن، ولی متاسفانه آنچه در افغانستان به یک تابوی بسیار زشت تبدیل شده در ارتباط مسائل قومیت، دو تا مؤلفه بسیار بزرگ داره. یک، برخورد غیر عادلانه نسبت به هویت، موقعیت و حق دسترسی برای تمام شهروندان کشور و یا به تمام اقوام و ملیت‌ها در افغانستان، و دوم نوع دید بسیار جدی و عمیق سیاسی به اقتدار و به اصطلاح تکتازی در اقتدار که متاسفانه سبب میشه که تمام همون بنیه‌های اعتماد اجتماعی را که ما به اون نیاز داریم را از دست بدیم. همونطور که پیشتر آقای زواک خیلی اشاره بسیار جالب داشتن که ما حتی برای اعضاب جهانی یا به اصطلاح اعضابی که با تفکر انترنسیونال با وجود آمده بودن و خود انترنسیونال میگفتن، در آخرین تحلیل متوجه شدیم که اینا به اندازه قومی میاندیشن که حتی از اعضاب عقب مانده و به اصطلاح خودشان اعضاب ارتجایی هم قومی تر بودن و تصادفاً در آخرین دقایق نشان دادن که اینا حتی استراتژی اقتدارشان هم بسیار وحشتناک بوده، بسیار قومی بوده. امروزه در تحلیلایی که خودشان ارائه میکنن میگن که ما با ایجاد غندهای قومی میخواستیم اقتدار بنیان بدیم، مثلا ما میخواستیم با ایجاد نوعی از فدرالیزم افغانستان با هفت زون تقسیم بکنیم، نوعی از فدرالیزم متمرکز ایجاد کنیم و اساسش قومیت باشه. شما غندهای قومی را که مثلا در هرات و در شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان ایجاد شد، حتی در مرکز افغانستان، خیلی با وضاحت میبینیم که بسیار وحشتناک در حال رشد شدن و خیلی هم عکس العملشان در ارتباط با مسائل قومیت ها یا ملیت های دیگر جدی بود و خیلی سوء استفاده ناجایز از این وضعیت صورت گرفت که امروز ما پیامدهایش خیلی با وضاحت میبینیم و در جنگ داخلی هم متاسفانه دیدیم. این فاجعه بسیار بزرگ در واقع یک گروهی که خودشان باور فکر میکردن که ما باور داریم که ما انترنسیونال هستیم با وجود آوردن که متاسفانه ما امروز به او میپردازیم. زمامداران گذشته همچنان، یعنی پیش از حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا پیش از هفته سو، متاسفانه با عین دید نسبت به قضایا برخورد داشتن که متاسفانه ما تا به حال نسبت به او فجایعی که از وضعیتش آمده ما میپردازیم. به نظر ما بازم تاکید میکنم که دو تا عامل بسیار اصلی است. یک، نبود فکر عدالت اجتماعی برای به عنوان یک کشور یا به عنوان یک ملت دولتی که خودشان ادعا میکنن و برخورد چندگانه در خبار مسائل عدالت، به خصوص دسترسی و امکانات و تامین توسعه، به خصوص مثلا در حقوق شهروندی و در ارتباط با حقوق فرهنگی. امروز تمامی قوام افغانستان باورشانی است که از نقطه نظر هویتی سرکوب شد. شما جنجال تذکره الکترونیکی را میبینید، همه فکر میکنن که ما سرکوب شدیم، ما دیگه وجود نداریم، ما نیستیم، ما به عنوان کتله نیستیم، ما به عنوان گروه های به اصطلاح اجتماعی قابل حتی پذیرش نیستیم و تلاش هم که صورت میگیره در واقع هم به خاطر به انزوا کشیدن، کوچک ساختن و از بین بردن میشه و این پیامد بسیار وحشتناک داره برای 10 سال آینده افغانستان. به نظر من این با هر فکری که ایجاد شده یک فکر بسیار نادرست است و این میتونه تباعد اجتماعی و فکری را در جامعه افغانستان به وجود بیاره که افغانستان متاسفانه بیشتر متضرر میکنه. ما بدون شک طرفدار احصایی دقیق هستیم، اما از این احصایی باید استفاده بسیار مثبت شود برای ایجاد یک ملت، برای ایجاد یک ملت قوی و یک ملت به هم پیوسته و قابل به اصطلاح تداوم و این ملت بتانه اعتماد بکنه که این برنامه حسب ما نیست بلکه برای وصل ماست. بحث دوم، بحث چگونگی دید در اقتدار یا مشارکت سیاسی است. متاسفانه در مشارکت سیاسی همچنانی که شما امروز میبینید یک نوع خود ارادیت بسیار وحشتناک، حتی در نظام های بسیار دیکتاتور شما به همین شکل نمیدید، به نام زیر نام جمهوریت یا زیر نام امارت شما میبینیم که فقط و فقط یک بحث اقتدار مطرح میشه و اقتدار بسیار خطرناک قومی و این میتونم اعتماد اجتماعی را و بنیه اعتماد اجتماعی را از بین ببرم. ما وقتی بحث عدالت اجتماعی را در مسائل حقوقی، در مسائل اقتصادی، دسترسی به خدمات مطرح میکنیم، در عدالت سیاسی هم و در مشارکت سیاسی هم چگونگی دسترسی را به اقتدار باید خیلی واضح بسازیم.
اگر قرار باشه که این پدیده به عنوان یک پدیده شوم ارزیابی شود، باید راهکارهای نجاتش مطرح کنیم. سیاستمداران ما متاسفانه بیشتر سیاستهایشون قومی بوده و سیاست در افغانستان اصلا سیاست قومی، سیاست قبیله است. تصادفا تمامی احزاب سیاسی که در چندین سال گذشته با شمول تنظیم‌های جهادی مطرح شدن، اینا به اساس قومیت مطرح شده. شما بسیار به وضاحت می‌بینید که گروه‌هایی که از یک نقطه می‌رفتن با یکی از احزاب یکجا می‌شدن، باقی عموم منطقه به اساس تعلقات قومی تصمیم می‌گرفتن که با اون‌ها یکجا شن. مثلا شما در شمالی خیلی به وضاحت می‌بینید که کدام گروه از مردم شمالی به صورت کتله‌ای با کدام حزب هستن و کدام مردم شمالی با کدام حزب دیگه است. شما در مرکزی هم خیلی به وضاحت ببینید که کدام گروه با کدام طرف است. و علتش این است که نمی از علایق قومی و منطقه‌ای بزار بده روی چگونگی شکل گرفتن مسائل سیاسی. شما در شمال افغانستان اینو میبینید، در جنوب افغانستان میبینید، در شرق افغانستان میبینید، در غرب افغانستان میبینید. حتی عمق مسائل قومی را شما در چگونگی سیاست‌گذاری های صاحبی افغانستان یا به اصطلاح به موزونهای افغانستان خیلی به وضاحت شما میبینید. مقاومتی که در زمان جدید، در زمان دکتر نجیب الله به شکل بسیار جدی شکل گرفت، ارتباط با چگونگی برخورد قومی بود که متاسفانه در این روزا حادثه مشابه به او باز هم تکرار شد. شما دیدین که با ارسال جمعی اسک و به عنوان یک تابو برای قومیت، وقتی دوباره جمعی اسک میره در اونجا مقاومت صورت میگیره و مردم در برابر شخص عمل نشان میده. این نشان میده که همین نوع برخورد ما در سیاست، حتی سیاست گذارای ما، من نقل قول نمی کنم، من میخوام بگم که سیاست مداران بسیار بزرگ و رهبران حزب دموکراتیک افغانستان فیصله کردن در جلسه کابینه و در جلسه بروی، در جلسه بروی سیاسی که برای ما شرم است که تسلیم شویم در برابر فلان قوم. باید ما غیرت خود بجا کنیم و آقای جمعی هستی که دوباره روان کنیم. این نشان میده که دی به اندازه قومی است که ما در واقع هم سیاست دموکراتیک نداریم، سیاست انترنسیونال و گلوبالایز نداریم، بلکه سیاست بسیار قومی است. در حالی که یک تفکر، یک کمی اندیشیدن، منطقی اندیشیدن از این فاجعه که ما متاسفانه رفتیم به جنجال بسیار بزرگ و جنگ‌های قومی در افغانستان خیلی زشت شکل گرفت، به این میتونستیم با بسیار سادگی نجات پیدا. تشکر از شما رفیق صاحب محترم، سلامت باشین. جناب آقای دکتر صاحب موسوی، میخواییم برگردیم به تاریخ افغانستان، یک نگاهی بندازیم به سیاست های قومی در افغانستان. آیا از دیدگاه شما بسیج قومی در دوران حکومت دکتر نجیب الله وجود داشت؟ آیا سیاست های قومی اعمال میشد و اگر بله، در کدام اشکال و در کدام سطوح بیشتر متمرکز بود؟ خب جناب رفیع مفصل گفتن، من فقط این را اضافه میکنم که خمیرمایه چیز به نام دولت یا چیز به نام حکومت و دولت، دولت و حکومت در افغانستان با خمیرمایه برتری قومی ساخته شده. دیگه این نمیشه بگیم که نجیب داشت یا نداشت. حال است که شما در درون این نظام با این خمیر مایه باشین و بعد یکی داشته باشه یا یکی کم داشته باشه یا یکی زیاد داشته باشه یکی نداشته باشه. شما میتونین ملای بسیار شخ سختگیر مثل طالب باشین ولی نگاهتان نگاه بسیار قومی فاشیستی باشه. شما میتونین سوسیالیست باشین، سوسیالیست از نوع حزب دموکراتیک خلق، ولی نگاهتون نگاه قومی باشه. شما میتونین روشنفکر نویسنده رفته در غرب تحصیل کرده باشین، ولی نگاهتون نگاه قومی باشه. و این تقریبا میتونم بگم چتری است که ما دقیقاً از 1880 به نظر من ما زیر این چتر رسمان استاد شدن بعد از اینکه چیزی به نام افغانستان ساخته شد، این مرزا و فلان اینا. مثلا در زمان نجیب شکل قضیه فرق میکنه. تنها تغییراتی که ما داریم، مثلا در زمان امان الله خان که بسیار آدم ها عاشق چشم ابروی امان الله خان و او زن دورگه ترکی و افغانی از امان الله خان سرای و بیگم است،
شکل مسئله فرق میکنه. اتفاقا دکترین سازی و آوردن عنصر قومی یا برتری نژادی از دقیقاً از همین زمان رسما شروع میشه. حالا در زمان پدرش پایه‌ریزی میشد به شکلی، ولی در زمان ازی رسما شروع میشه. مثلا پشتو بازی از همین زمان شروع میشه. البته یک نکته جالب است که دوستان ما در افغانستان، حتی دوستایی که در جبهه نقد قرار دارن، متوجه نیستن که تا همین زمان ظاهرخان افغانی یا لسان افغانی به پشتو، به زبان پشتو گفته میشد. در حکم، در فرمان ظاهرشاه که زبان میخواد تغییر بده، لسان افغانی آمده. در تمام اسناد و مدارک کلمه افغانی به معنی پشتو آمده. مثلا دی افغانان به معنی دی پشتون است، کسایی که با تیمورشاه آمده بودن اینجا. برحال در زمان نجیب دقیقا مسئله هست، ولی با شکل و شمایل چپگرای این قضیه. چنانچه نجیب وقتی بر فکر میکنم دلیل آوردن نجیب یکی از عواملش ای بوده باشه که در ساختار پرچم فارسی زبان‌ها یا تاجیک‌ها بیشتر حضور داشتن و نجیب که میاد بیشتر. مثلا شما خاطرات عبدالوکیل که بخونین در اون بسیار مشخص دیده میشه که یکی از کارهایی که نجیب میکنه دادن امتیازات خیلی بیشتر به جناح خلق است. خلق در فرانسه مشخص سر خلقیان، پشتونای بسیار حاد. وقتی ما میگم پشتون به معنی نیست تمام پشتون ها، پشتون های بسیار باز، روشن فکر، ملی گرا و عدالت طلب هم داریم در افغانستان، ولی همین حلقه قومگرایی که ما به شکل های مختلف با او سر دچار هستیم یک نوع سازگار در زمان آقای نجیب برسه. شاید یک از تفاوت های مهمش این است و همین هم سرش میخوره. نجیب وکیل چهار دلیل سقوط دولت نجیب را، چهار دلیلش را ذکر میکنه. یکی از دلایلش قومی شدن حزب وطن است، نه حزب دموکراتیک، حزب وطن که حالا نجیب خواسته مثلا این چیز کلان بسازه. این می وطن نجیب هم به معنی وطن ما یا وطن شما یا وطن دیگران نبود. وطن نجیب هم این می وطن عبدالرحمن خان، محمود بیگ طرزی یا عبدالله خان یا مثلا شاه محمود یا هاشم یا فلان اینا بوده. بنان پس هیچ 100% بوده، حالا به شکلهای مختلفی. گاهی هست که این امر بسیج قومی تحت شرایط خاص در سطح دیده نمیشه. گاهی هست که آدم هایی که این کار میکنن بسیار باهوش هستن. بعضی موقع بسیار لودست، مثل امی رئیس جمهور فعلی ما که سمسیده سند پیش سند بیرون میده از هر که تاجیکا رو حذف کنند که فلانی ها نباشه، که پشت سر هم دیگه، که مثلا توهینه که به مردم ترکبار در این نظام شده. من حتی فکر می‌کنم در گذشته ها، در گذشته های مثل نزدیک در زمان دیگر حزب دموکراتیک هم نشده، به خاطر که این آدم یه اوشا آدم رفیق ما یک کمی حالا به هر حال یک طوری هست که این اون ذکاوت و اون ظرافت را نداره که دیگرها داشتن. بسیار با ظرافت، به قول میگن انگلیس ها، با پخته سر میبرن. این با پخته مخته سر نمیبره، سمسی سر طرف میکنه. توهینی که به ترکتبارا شد، توهینی که به جنرال دوستم شد، معاون اولش، فقط جرمشی بود که مشخص است که از قوم دیگه بود. حتی اون جنرال دوستم در مصاحبه آخر خود گفت وقتی که او را لقب مارشالی دادن، آقای غنی علاقه نشان نداد که این کار او باید میکردی. از یکی از وظایف نمی رئیس جمهوریم دادن این مدالا و دپاس، ولی وقت پای یک گزبک میرسه این برش آرسی کار بکنه، کس دیگر فرستاد، عبدالله رو فرستاد مثلا. اینا کلش نشان میده که در زمان نجیب بوده، حالا هست، به احتمال قیب به این شکل بریم در آینده هم خواهد بود. طالب هم بیا، حزب اسلامی هم بیا، هر کسی بیا، هم به شکل واکنشیش است
چون دیگران هم واکنش نشان میدن در برابر این کنش قومی قوم محوری حاکم و هم در دوران گذشته بوده. بله بسیج قوی بوده هست و بسیج های واکنشی هم بوده و هست. بله تشکر از شما دکتر صاحب محترم، سلامت باشین. شهرانی صاحب، شما سیاست های تغییر را در زمان دکتر نجیب‌الله چگونه بررسی میکنین، مخصوصا سیاست های تغییری که در صفحات شما در سالهای آخرین حکومت ایشان به میان آمد، مبنا چه بود و همونطور که دکتر صاحب موسوی اشاره کردن از دیدگاه شما میخواییم بیشتر بشنویم؟ اجازه بدین قبل از اینکه من روی پالیسی های دکتر نجیب حرف بزنم یک کمکی یک فوتنوت اضافه بکنم با چیزی که دکتر صاحب موسوی گفتن. علت قومی شدن سیاست یا سیاسی شدن قومیت در افغانستان برمیگرده بازم به سالهای 1880. ببینین قبل از او ما حکومتی به نام یک قوم در یک کشور نداشتیم. معمولا سلطنت های هرات بود یا سلطنت قندهار بود یا سلطنت شاهی کابل بود. اینها در سال 1880 یعنی بعد از جنگ عمومی دوم، جنگ افغان انگلیس دوم، به اصطلاح سلطنت کابل آهسته آهسته به نام افغانستان گذاشتن. و یک مسئله بسیار مهمی که در تاریخ کمتر ازش یاد شده این است که در سال 1884 وقتی که سرحدات قسمت شمال غربی افغانستان نقطه گذاری می شد، یک کسی به نام کرنل ییت YATE نامش نوشته می شد. این چی بود؟ به اصطلاح کسی بود که این مسئولیت به گردن از او بود و او یک پیشنهادی را که بسیار زیاد مهم بود در قومی ساختن سیاست در افغانستان برای عبدالرحمن خان که نه او را به قدرت شانده بودن و برش اسلحه داده بودن. خب اولی که حکومت های افغانستان شروعش مردمی نبوده، این حکومت هایی بوده که از بیرون بالای مردم تحمیل شد و امی بود که عبدالرحمن خان برطانوی ها انتخاب کردن، برش پول دادن، برش اسلحه دادن و او را تاجگذاری کردن. این بسیار مسئله بسیار مهم است، چون ما مردم ما در دولت سازی نقشی نداشتن، دولت های ما حکومت های ما توسط بیرونی ها گذاشته شد و تا به هنوز دوام کرده. این خودش یک مسئله بسیار مهم است در چگونگی فرهنگ سیاسی کشور و چه رقمی فرهنگ سیاسی به وجود آمد خیلی نقش مهم داره. و امی که آقای ییت برای عبدالرحمن خان گفت اگر تو میخوایی این منطقه شمال غرب افغانستان یعنی ترکستان در اون زمان به نام ترکستان یاد میشد و حکومت میمنه، تو باید اقوام خوده به اینجا از جنوب بیاری جابجا بکنی و ما بین 1884 تا 88 از تخمین ایست که 100,000 تا 200,000 اقوام پشتون از هلمند، قندهار، مشرقی اینجا آورده شد و در برابر یزو از 100 تا 200,000 مردم ازبک و مردمای محلی از جایشان بیجا شدن و به دیگه مناطق فرستاده شدن و خصوصا زمینای آبدار و زمینای زراعتی را برای پشتونایی که از جنوب آورده شد داده شد و به نام ناقلین و ازبکا و مردم های تاجیک و محلی چیزایی که بودن اینا را زمین های زراعتی خودشون راندن روان کردن به دامنه های کوه و دشتا و صحراها جایی که امکان زندگی بسیار ناچیز بود و اونجا نقل دادن. اینی شروع قومی ساختنی سیاست در افغانستان هست که البته این برنامه ناقلین تا به امروز هم دوام داره. پس آن در دوره امان الله خان شکل قانونی برش داده شد،
حتی یک قانونی انتقالی به اصطلاح پشتونا از جنوب به شمال قانونی ساخته شد و وزارت ها وظیفه داده شد که چقدر پشتونا باید ناقلین در اونجا برده شوند، چه رقم زمین برشان داده شد و آب داده شد و همچنان از اونا مالیه گرفته نشه. این مسائل است که یعنی شروع قومی ساختن سیاست در افغانستان از همینجا شروع میشه و تا به هنوز دوام کرد. شما اما دوره کمونیستا یک منشأ دیگر سیاسی ساختن قومیت داشت که او البته برنامه های روسا و خصوصا بلشویک ها در آسیای میانه بود. بلشویک ها آسیای میانه را که منطقه به نام ترکستان غربی یاد میشد با سه تا خاننشین داشت، خاننشین های امارت بخارا، خاننشین خیوا، خاننشین قوقند. اینا را همه گیشه بعد از اینکه اینا در سالهای 1860 تا 1880 تحت تصرف خود آوردن تا دوره ستالین 1924 اینا دوام داشت به اون نامای گورنری تا ترکستان و دیگه و دیگه. اما در سال 1924 ستالین به نامی از این که مردم ها را چی ساخته باشه به اصطلاح برشان حق، به نامی از این که ما براتان حق میدیم، این منطقه را به زبان ها تقسیم کرد و جمهوریت های مختلفی را به میان آوردن که به نام امروز ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان اینا یاد میشه. این در حقیقت یک وسیله تجزیه و از بین بردن امی هویت بزرگ ترکستان و ترکی بود که او را به این نامای کوچک، هویت‌های کوچک تبدیل کردن. و این کار در سالهای 1964 از طریق قانون اساسی افغانستان هم در افغانستان چی شد؟ تطبیق شد. ببینین ما حکومتی چی داشتیم؟ ولایت ترکستان داشتیم، ولایت قطغن و بدخشان داشتیم. اونا رو هم میشه قانون اساسی 1964 این نامه رو به کلی حذف کرد، عوضی از اونا 9 تا ولایت دیگری رو اینا خلق کردن که این هم به اصطلاح چی بود؟ قوم زدایی بود. اما در عین حال قوم پرستی و اساسی مفکوره قوم پرستی و نژاد پرستی حتی به میان آمده بود. این کاری را که آقای نجیب در حقیقت میکرد به نام از این بود که ما با پیروی از پالیسی های شوروی سابق که برای اقوام کوچک حق دادن و برای از اونا چی دادن، آزادی های محلی دادن، این حرف ها البته همه گیش دروغ بود. روسا هم استفاده ابزاری کردن به نام از این که ما برای شما حق میدیم، در حقیقت اونا را حقشان تلف کردن و تقسیم کردن و یک سلسله مشکلاتی را در مابین اقوام در اونجا خلق کرده بودن. عین کار با عین اهداف، با عین رویه، با عین سلیقه کمونیستای افغانستان هم در افغانستان انجام دادن که جزی برنامه آقای دکتر نجیب بود. تشکر. سلامت باشین دکتر صاحب. واقعا خیلی انقدر صحبت ها واقعا مفید بود که من اصلا نمیخواستم که صحبت های شما رو قطع کنیم، ولی ناچارا به جناب آقای زواک صاحب میخوایم بپردازیم که اونها سیاست های سال های پسین حکومت دکتر نجیب و چگونه بررسی میکنند از دیدگاه اونها، و آیا از دیدگاه اونها این عنصر قومیت از در طول تاریخ افغانستان کماکان وجود داشته، از زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب هم به میراث مانده و در دوره فعلی چگونه بررسی میکنن؟ مننه. خب من که دیره چه دکتر نجیب پاره بانه بگیگم یو خبر اقلا باید یاده کما چه زمنگ خپل لید سنگه ده، منگ خپل جانبینی سنگه ده، دنیا ده سنگه گورو، مسائل ده سنگه گورو، آیا د تعصب له زاویې نه ګورو او که بېطرفانه او د یو علمي میتود په اساس باندې واقعیتونه څنګه چې دي هغسې کوو. کله چې موږ د تعصب د زاویې نه واقعیتونو ته ګورو، مسایلو ته ګورو، نو بیا موږ نشو کولی چې حل لاره پیدا کړو او موږ نشو کولی چې دغه تعصب د منځه یوسو، ځکه موږ پخپله بیا مرتکب کېږو د تعصب. دلته ډېر متاسف، بعضې مثلا موسوی صاحب چې د
ترزی په اړه څه ویلې چې پښتو بازی هغه شروع کړل. زه ډېر متاسف یم په دې، یعنی پښتانه هیڅ حق نه لري چې د هغې ژبه احیا شي. پښتانه هیڅ حق نه لري چې پښتو ولیکي او پښتو ووایي. ترزی خو بل څه نه و کړي، ترزی هیڅ د برترۍ کومه خبره نه وه کړې. هغه فقط خلق تشویقول، پښتانه تشویقول دې ته چې پښتو ولیکي او پښتو ووایي. نو که د ترزی پښتانه د خپل یو اساسي حق چې د هغې هویت دی پښتو ژبه ووایي، ویلولي، ویلیکي، دا تعصب وي، نو زه فکر کوم چې بیا عدالت شي. که پښتون دا حق نه لري دا خو بیخي بې ناانصافي ده چې مونږ بالکل هزاره حق لري چې د خپل ژبې هویت خبره وکړي، تاجک دا حق لري چې د خپل ژبې هویت خبره وکړي، ترکمن لري، ازبک لري، دا ټول دا حق لري. لیکن که پښتون دا خبره کوي نو بیا تعصب کیږي. دا زه فکر کوم چې د انصاف خبره ده. ما مخکې ویلې چې وضعیت په افغانستان کې داسې و چې مونږ ټول ورنه راضي نه وو، نه پښتانه راضي دي او نه غیر پښتانه راضي، ځکه چې زمونږ نشنالیزم د مصلحتونو په اساس امتیازات ورکړل شوي دي. مختلف دا امتیازات د قوم په نوم ورکړل شوي دي، لیکن دا امتیازات قوم ته نه دي منتقل شوي، د قوم په نوم باندې یو څو افرادو اخیستي. پخوا فیوډالانو اخیستل، د قومونو مشرانو اخیستل، اوس د تنظیمونو مشران دغه امتیاز اخلي. هزاره غریب اوس هم غریب دی، سره د دې چې یو ډېر شمېر خلک د هزاره د استازیتوب دعوه کوي. پښتون غریب اوس هم غریب دی، د هغه په ژوند کې بدوالی راغلی، ښه والی نه دی راغلی، همدغسې ټول اقوام. نو اساسي مشکل دغه دی. اوس نو که زه د خپل حق پوښتنه کوم خو حق لرم، او که بل څوک د خپل حق خبره کوي، د خپل هویت خبره کوي، هغه متعصب دی. زه فکر کوم چې دا د انصاف خبره ده. د ډاکټر نجیب په باره کې زه بیا هم نظر یې نه یم ډېر زیات. ډاکټر نجیب د پرچم ګوند کړی، پرچم ګوند کې عمدتاً بدبختانه دا یو بد وخت دی، لیکن د افغانستان احزاب تقسیم شوي په قومي محورونو باندې. پرچم ګوند کې غیر پښتانه خصوصیات، هلته د یو پښتون چې که تعصب یې درلودلی او د قومي سیاستونو باندې ډېر زیات باور درلودلی، دغه مقام ته رسېدل ممکن نه و. پرچم ته دا چې د اقتدار نه وروسته د جمعه اسک خبره یادېږي، مونږ یوازې جمعه اسک مطالعه کوو، او که نور دغسې ملیشي چې وي هغه هم مطالعه کوو. د ډاکټر نجیب د ټولو نه ستر خیانت همدا و چې قومي ملیشي جوړ کړل، بلکې دا د ډاکټر نجیب نه بلکې د پرچم ګوند ستر خیانت دا و چې قومي ملیشي جوړ کړل. دا که جمعه اسک و، دا که مارشال دوستم و، دا که بل و، او که بل و، مارشال خو اوس مارشال په هغې وخت کې دوستم و، او دوی ټول د جنایتونو مرتکب شو، ځکه چې جګړه لاړله قومي شلله. کله چې ملیشي قومي جوړې شللې نو بیا بیخي واضح ترتیب شو. بخښنه غواړم، زه لږ شکر لرم چې به مې اوسېږي خبرو کې. نو ډاکټر نجیب سیاستونه چې وو هغه عمدتاً په اول کې د پرچم د غړي په توګه دومره زیات قومي نه و لکه مونږ څنګه چې اوس ورباندې فکر کوو، بلکې برعکس د ده کارمل سیاستونه زیات قومي بڼه ده. کله چې د روسانو تصمیم و ده چې کارمل لرې شي او د هغه په ځای نجیب برې شي، او نجیب دې ته مجبور کړو چې خلقان هم ځان سره ملګري کړي تر څو دغه نوي وضعیت روسانو چې د خپلو عسکرو ویستلو دپاره کوم نظم ته ضرورت درلود هغه نظم حفظ کړي، دا د ډاکټر نجیب تصمیم نه و، دا د روسانو تصمیم. نو ده د نجیب د قومي سیاستونو ډک ورکول زه فکر کوم درست خبره نه ده. ډاکټر نجیب څومره زیان چې پښتنو ته رسولی دی غیر پښتنو ته نه دی رسولی. تاسو د شانوستنی کودتا نه وروسته کوم واقعات چې پېښ شول هغه وګورئ. د اردو کې یو ډېر شمېر پښتانه سره سبان چې حتی خلقیان نه وو، حتی د تڼۍ ملګري نه وو، لیکن د کارمل د فرکسون لخوا نه د نجیب په مرسته هغه تصفیه شو، او هماغه کار سبب شو چې
کله چې نجیب هم دې ته مجبور شو چې بالاخره قومي سیاستونو ته رجوع وکړي، ځکه د نجیب په مقابل کې ایډیولوژي بحث خو نه و، ایډیولوژیک بحث د منځه تللی و. روسانو یو کار کړی و چې ډاکټر نجیب یې راوستو، واک ته ورسو. د هغه په مقابل کې د کارمل فرګسون یوه وسیله چې درلودله چې باید استعمال یې کړي، هغه قومي سیاستونه و. نجیب پښتون دی دا کار او موږ نه وکړو. د هغه نه وروسته کومه مرحله چې بحث کوو د نجیب قومي سیاستونه چې بحث کوو، دغه باندې هم باید بحث وکړو چې د شورای نظار په محوریت باندې چې کومه جبهه جوړه شوه او د هغه په نتیجه کې د ملګرو ملتو د سولې پروګرام د منځه لاړو، هغه هم د قومي سیاستونه نه و. تاسو وګورئ ټول غیر پښتانه په یو اتحاد کې رامنځته شول. دا پخپله د قومي سیاستونو نتیجه وه چې غیر پښتانه په یو اتحاد کې رامنځته شول، کودتا یې وکړله، د سولې مخه یې ونیوله او افغانستان عملا کورنۍ جګړې خواته لاړو. د اشرف غنی په اړه بخښنه غواړم، تاسو اشرف غنی هم یاد کړئ، هغه په اړه هم د یو خبرې کول غواړم. بس سوال بعدي اوس میرسیم څوک څه کا درسته صحیح مهرباني. سلامت باشین رفیع صاحب محترم. اگر دیدگاه خاصی درباره سیاست‌های قومی و بسیج قومی، کنش و واکنش قومی در زمان دکتر نجیب دارید، می‌خوایم بیشتر از شما بشنویم. و اما در کنار او می‌خوایم اشاره‌ای داشته باشیم به وضعیت موجود، اینکه جناب آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور متهم هستند به تصویرسازی و اعمال سیاست‌های قومی، یک جانبه گرایی و کوتاه کردن دست تیم مقابلشان و دیگر اقوام و گروه‌ها از منابع قدرت. شما این وضعیت را چگونه مقایسه میکنید و آیا فکر میکنید این سیاست‌های قومی در ادامه یکدیگر هستند و آینده این وضعیت را چگونه میبینید؟ خوب است، ما پیش از اینکه به همین سوال برم میخوام دو تا اشاره بکنم، چون ما بحث ما امروز بیشتر به خاطر از این است که ما چگونه برای ایجاد یک ملت سازوار در افغانستان فکر میکنیم و چطور میتونیم اختلاف از بین ببریم و چطور میتونیم در راه حل هستیم. در ضمن این بحث بسیار مهم است که ما ببینیم که چی کارهای صورت گرفته، چی اتفاقات افتاد که او سبب شده که ما امروز به این بحران برسیم. ما امروز در یک بحران هستیم. حالا اگر پشتون هستیم، زازار هستیم، ازبک هستیم، تاجیک هستیم، ترکمن هستیم، بلوچ هستیم، ما در یک بحران بسیار وحشتناک زندگی میکنیم که سازوار ما نیست، سازوار تاریخ کهن ما نیست. با اون لحاظ وقتی که ما بررسی میکنیم، خوب است که با یک راه حل هم برسیم و فکر کنیم که چی باعث میشه که ما آیا همین وضعیت را دوام بدیم، به همین شکل میتونیم به نتیجه برسیم یا نمیشه یک راه حل دیگه با وجود بیاد. من خیلی موافق هستم که ما باید با یک دید بسیار راهگشا نسبت به آنچه که اتفاق افتیده در گذشته و چیزی که ما فکر میکنیم برای ما سازوار هستیم و برای ما شایسته است، یک راه حل پیدا شود. یک مسئله بسیار مهمه است که ما میراثدار و متاسفانه میراثخور تعصب قومی و مذهبی و زبانی و فرهنگی از رژیم‌های گذشته خود هستیم، از حکومت‌های گذشته هستیم. حالا اگر شما این حکومت‌ها را از یک قرن می‌خواید، از دو قرن می‌خواید، از سه قرن می‌خواید، متأسفانه ما داریم. پیشتر اشاره شد که در گذشته ها بحث‌های قومی نبوده و بسیار زیاد مسائل قومی مطرح بود، مگر من باورم این است که حتی سلطان محمود غزنوی بزرگترین فکرش فکر قومیت بوده. مثلا سلطان محمود غزنوی از بلغاریا ترکمن‌ها را می‌خواهد و خاطر جنگ و فتح هندوستان استخدام می‌کند. خیلی جالب است، یک زیارت است به نام زیارت خواجه بلغار در غزنی و وقتی شما میرین مطالعه می‌کنین می‌بینین که خواجه بلغار یکی از بزرگان قومی ترکمن‌های بلغاری است که سلطان محمودی را دعوت می‌کنه تا برای فتح هند از استفاده کنه. و تصادفاً یک مقدار بسیار بزرگی از سربازان هم یاره باخت. حتی کروات‌ها را میاره که به احتمال بسیار قوی و با گفته آقای حسن پوان حسن کاکر کروات‌هایی هستند که فعلا به نام خرود مشهور هستند در افغانستان، به نام قوم خرود. اینا کسایی هستند که ترکمنای یا ترک‌های بلغاریایی هستند که در زمان امیر سلطان محمود غزنوی به افغانستان آورده میشه. من البته نمی‌فهمم که این موضوع درست است یا نه، ولی فقط من چون شنیده بودم میره خدمت شما هستم. من در بحث‌های سیاست‌های قومی حتی از گذشته هم محورهای حکومت‌ها همونطور که پیشتر دوستا گفتم محورهای قومی بوده. اما چیزی که بسیار مهم است این است که آیا این محورها تا چه حد میتونسته شامل دیگران هم شود، یعنی به دیگران هم اجازه بده که فرصت تنفس، فرصت اشتراک داشته باشه. این بسیار مهم است.
دولت مثلا در چرا دولت ظاهر شاه تانست یک مقدار دوام بکنه البته پس از سردار محمد داود علتش این بود که در این دوره یک مقدار از تنفس یا یک فرصت تنفس به دیگران هم داده شد یعنی تانست یک مقدار دوام بهتر و خوبتر بکنه و بدون دیگران هم بپذیره چرا در ابتدای دولت آقای کرزی فرصت‌ها بسیار خوبتر بود و تانست یک مقدار فضای تنفس به دیگران ایجاد بکنه برای اینکه یک نوع از پذیرش اجتماعی مطرح شد به هر پیمانی که ما این فرصت یا این به اصطلاح فضای پذیرش کم میکنیم به همون اندازه متاسفانه ما در واقع هم چالش بیشتر برای خود ما ایجاد میکنیم من البته این را به عنوان یک پیش‌فرض برای خودم همیشه قبول کردیم و باور من این است که تا زمانی که ما نتونیم یک فضای باز برای دیگران هم ایجاد بکنیم بحث اقتدار در افغانستان و بحث توسعه در افغانستان نمیتونه با هم باشه و حتی امنیت در افغانستان نمیتونه تامین شه بحث دو نکته دومی که میخواستم بگم این است که دی نسبت به اقتدار میشه قومی سرفراز شما دیدین که تنظیم های جهادی هم وقت قدرت گرفتن دیدشون بسیار قوی بود شما پیشتر هم تحلیل کردیم دوستان تحلیل کردن هم با فکر میکنم همه به این موافق هستیم که پرچمی ها دیدشون قومی بودن نسبت به اقتدار خلقی ها دیدشون قومی بودن نسبت به اقتدار از آقای دکتر نجیب الله قومی بودن نسبت به اقتدار و پیش از اون هم حکومت های دیگه دیدشون قومی بودن فلحاظ اگر تا زمانی که ما اینمی دیدن نسبت به اقتدار از یک منشأ یا از مبدای قومیت برون نکنیم شاید ما نتونیم یک حکومت فرا قومی را یا یک حکومت ملی در افغانستان شکل بدیم به همون خاطر است که در آخرین تحلیل چون بسیار به یک حالت بحرانی میرسه و به اعتمادی میشه باز به یک دیکتاتوری تبدیل میشه شما اگر سلطنت نادر افشار را بخونید نادر افشار در پایان عمرش چون کاملا نسبت به چون یک دید بسیار اقتداری دیکتاتورانه داشت نسبت به اطرافی مشکوک میشه شروع میکنه به قتل و کشتار اطرافیانش و حذف اطرافیانش در سیاست های افغانستان هم تصادفا نمیتر یک وضعیت است شما دیدین که حتی شاگرد وفادار نور محمد ترکی استاد خودم خفه کرد و خیلی وحشتناک چون در اقتدار یک بحث بسیار متناقض با فکر به اصطلاح تمرکز دیکتاتوری مطرح میشه و اعتماد از بین میبره با وجودی که حتی هر دوش اعتمالا از یک قوم است از یک دید است از یک نظر است ولی دیگه تحمل نمیشه شما در درون نظام امیال میبینید که تنها از یک قوم نیست که قربانی میشه تصادفا از هر دو قوم قربانی میشه هر کسی بسیار کسایی است که شایسته هستن شایسته کار هستن ولی متاسفانه مورد تبعیض و از همون قوم هم هستن ولی متاسف با تعصب به اونا برخورد میشه و متاسفانه چون اعتماد نیست یعنی بحران بی اعتمادی است و اعتماد وجود نداره فکر میکنم از 29 برای پاسخ پرسش شما بگویم که در شبکه‌های اجتماعی 29 جدید بلند مافوق بست مطرح شده بود که تمام از این به یک گروه خاص ارتباط داره و به یک قوم خاص این 29 چوکی بزرگی که در اواخر داده شده متاسفانه خیلی با تعصب نسبت به مسائل برخورد شده با اون لازم فکر میکنم شما میبینید که برخورد سلیقه‌ای در نظام سیاسی افغانستان خیلی زیاد است ولی میخوایم بگم که این تعصب تنها شامل حال اقوام غیر پشتون نیست بلکه داخل شامل حال اقوام پشتون هم است چون ما بسیار کادرهای برزیده و قوی پشتون‌ها هم داریم که اونا در نظام سیاسی متاسفانه جایگاه ندارن و خیلی با اونا با تعصب برخورد میشه کسانی هستن که پشتونای خیلی روشن، خیلی باز، خیلی دانشمند ولی متاسفانه اونا جایگاه ندارن. اونا جایگاه برشان داده نمیشه چون با تیمهایی که شکل میگیره برای اقتدار هم نوانستن. در پایان گپایم در یک جنبندی کلی میخوام بگم که سه تا پارادایم اصلی اقتدار، امنیت و توسعه در افغانستان وجود داره. ما تا زمانی که دید ما نسبت به این سه پارادایم فرا قومی نشود، ما به افغانستان نمیتونیم شکل بدیم. آینده نمیتونه شکل بگیره ما دید ما باید به این سه پارادایم فرا قومی باشه مثلا ما دید قومی را در ارتباط با توسعه نمیتونیم تعمیم بکنیم اگر بحث توسعه مطرح است باید فرا قومی باشه متوازن باشه و تمام مردم افغانستان در او سهیم باشه بحث اقتدار مطرح میشه امروز دیگه ما با اون نظام کهنه نمیتونیم برسیم و همچنان بحث مسائل امنیت در افغانستان تشکر تشکر از شما رفیق صاحب محترم سلامت باشید دکتر صاحب موسوی چون آخرین بار بحث شما درباره کنش و واکنش های قومی بود به عنوان جنبندی بحث و خیلی کوتاه می خواهیم از شما بشنویم که
راه بدیلی برای این کنش و واکنش های قومی چی میتونه باشه؟ و این تسلسل آیا زمانی در افغانستان پیش بینی میشه که خاتمه پیدا بکنه؟ اولا به یک نکته اجازه باشه برای جناب شما که عزیز بگم که یک سوی تفاهم شده در صحبتهای من، منظور من این نیست که زبان پشتو نباید باشه، به نظر اصلا بحثی نیست، بحث من این است که چرا باید پشتو زبان تحمیلی بر دیگران شود، چون زبان فارسی نباید حق نداره. زبان فارسی، فارسیزم، من بر ضد فارسیزم هستم که زبان فارسیزم رو ما تحمیل کنیم بر غیر فارسی زبان. ما زبان، انتخاب زبان یک امر شخصی است، اتفاقا بسیار شبیه نزدیک مذهب است. یک کسی قومش، ملتش هر جای است، زبانش، الان یک نسل نزدیک یک میلیون نفر افغانی تولید شده در بیرون از مملکت که دیگه اینا نه پشتون هستن، نه تاجیک، نه ازبک، یا آلمانی هستن، یا انگلیسی هستن، یا مثلا فرانسوی هستن، دیگه زبانشان زبان دیگه است. نه، منظور ما اون نبود، منظور ما این بود اینکه آقای طرزی میگه که مادر زبانهای جهان زبان افغانیست، لسان افغانیست، و بعد آلی هم تحمیل این زبان حتی در قانون اساسی، حتی در همین تذکره الکترونیک خود او بالا نوشته بود جمهوری اسلامی افغانستان، کافی بود دیگه. ای که به اونجا بیارم هر کسی بگم تو افغان هستی، خود درست نیست. اینا مسئله بحث بسیار روشن است. به هر حال منظور من اون نبود جناب جوا که به احترامی یا توهین به زبان، به زبان. اولا خب من مرز بین پشتون ها و پشتونیزم قائل هستم. به نظر من هر پشتونی پشتونیست نیست. یک جنگ الیتیزم هست که در رو باشیم. خانم دانش، سوال شما چی بود؟ درباره یه صحبتی که شما اشاره کردین، درباره این کنه. بله. ببینین، وقتی که یک قدرت، یک قوم یا یک کسی میاد یک تبعیض رو میکنه، طبعا واکنش در برابر اون تبعیض است. اگر تبعیض قومی است، قومی واکنش ها بر ضد تبعیض قومی است. یعنی واکنش هایی هم که در افغانستان است متاسفانه واکنش های قومی است. آقای رفیعی چیز باری که حساب اشاره کردن دقیقا اینطوری است که مثلا واکنش هایی در برابر پشتونیزم، تاجیکیزم است، ازاریزم است، ازبکیزم است. بنابراین از اینجا اگه بیاییم بیرون از این جنگ دور باطل، ما باید بریم به طرف یک حکومت فراگیر ملی که در مدیریت او شامل حال یک انسان دور افتاده در اقصا نقاط دهات شده و تا بالا، و ای باید اون شخصی که در اون اطراف و اکناف وجود داره، او باید حق داشته باشه، حق حضور، حق تصمیم گیری، حق انتخاب باید داشته باشه، و یک فرد یک رأی شوه، نه یک گروه یک رأی شوه، یک قوم یک رأی شوه، یک فرد یک رأی شوه. حکومت فراگیر ملی که در اون چهار گونه تبعیضی که ما بهش اشاره کردیم، از تبعیض در رو خبر نباشه، قانون حاکم باشه و یک قدرت در افغانستان متمرکز نباشه، قدرت قومی نباشه، حتی قدرت زیاد در رو بر ناسیونالیسم نچرخه، چون یک چیز روح است. باید ما بریم به طرف حکومت فراگیر ملی. در حکومت فراگیر ملی هر شخص بنابر توانای خودش باید وزن شود، نه ای که بر اساسی که اگر یک کسی بود که هیچ سواد نداشت، هیچ کسی هم نبود، چون به قوم و کتله خاصی هست، او باید حتما باید یک حق کلان داده شود. در حکومت فراگیر ملی لازم نیست که از احمد خان حالا شروع کنیم، هرچند من یقین ندارم حالا از عبدالرحمن خان تا امروز کلش پشتون باشه، بعض بگه ما هیچ تبعیض نداشته، ملی نده، ملی بوده، هیچ اختلاف نداشته، اینطور این حکومت فراگیر ملی نمیشه. امروز شما دیدم خانم انارکلی گریه کرد و این جای شرم است برای یک ملت. او صدای گریه یک فرد نبود، صدای گریه میلیون ها انسان این سرزمین بود. این تبعیض بر همه هست، تبعیض بر همه بد است،
به قول کافکا این طاعون در خانه مرد تنها نمیکوبه، این در خانه کل رو میکوبه، در خانه پشمینای مظلوم هم میکوبه. حالا همین چیزی که این نظام قومی درست کرده برای پشتونا، ببینین این واقعا جای شرم نیست. دیگرها پول میدن که برشان مکتب ساخته شده، اینا گرگر مکتب از بین میبرن. همین جای این رو خواهی نمید نظام قومی ساخته، چون از اینا به عنوان ملیشه استفاده شد. بنان باید بریم به طرف حکومت فرارگیر قومی. تشکر از شما دکتر صاحب محترم. شهرانی صاحب، اشاره داشتین به این که سیاست و قومیت همواره در طول تاریخ افغانستان همیشه با هم همراه و همگام و هم مسیر بودن و تداوم این سیاست های قومی را کمایی که آقایان بحث کردن در طول تاریخ افغانستان و همچنین بستر فعلی افغانستان، تداوم این وضعیت را شما چگونه میبینید و از نگاه شما افغانستان با در پیش گرفتن سیاست های قومی به کجا خواهد رسید؟ خب میخواستم فقط دو نکته اول اگر ممکن باشه چی بکنم اشاره بکنم. یکی که آقای زواق قسمی که گفتن مشکل ما با مشکل قدرتمند هاست، کسایی که در دولت ها نقش داشتن نه با اقوام. ببینین هیچ دولتی در افغانستان بنابر وابستگی های سیاست اقتصادیش با خارجی ها با مردم رابطه نزدیک نداشته و از اون لحاظ حکومت ها، شما حتی همین کلمه دولت در افغانستان در زبان ما شما فکر بکنین روش، دولت چه معنا داره؟ ثروت. در هیچ زبان دیگه من بلد نیستم با اینکه کلمه دولت ثروت معنا داشته باشه. یعنی این خودش یک هدف شده برای به دست آوردن ثروت. کسی که در دولت یعنی در حکومت را پیدا میکنه بازم حاکم، نه اینکه مسائل جامعه را اداره بکنه بلکه باید حکومت بکنه. ما بازم همو کلمه مشکل ما حتی مشکلی چی میگیم افاده زبانی است که ما در این مشکل داریم. خب این حکومت هایی بوده که برای افرادی داده شده توسط خارجی ها و اونا هم از استفاده از اسلحه و پولی که در دست داشتن تا حدی که توانستن خودشان بالای مردم تحمیل کردن. از اون لحاظ جای تعجب نیست که پشتون ها به صورت عموم از حکومت های به نام پشتون ها کدام فایده ندیدن. حتی وقتایی که ازبک ها یا هزاره ها هم کلان هایشان به اصطلاح به قدرت آمدن به عینی شکل عمل کردن. این مسئله بازم ما میگیم فرهنگ سیاسی کشور ماست. و دومی که قسمی که آقای رفیعی گفتن، اقوام در تمام طول تاریخ نقش در سیاست دارن اما کیفیتی اونمو نقششان در سیاست تفاوت کرده بعد از به میان آمدن حکومت های ملی و ملیگرا. در حکومت های امپراتوری های قبلی نقش از اونها کاملا فرق داشت. درست است ممکن است که محمود غزنوی بنابر چیزی که بوده یا نادرافشار چرا مثلا 4000 پشتونه به حیث محافظینی گارد محافظینی خودش استخدام میکنه. اینا مسائلی است که البته بازم اما افرادی که در قدرت هستن خودشان فیصله میکنن که کدام تصمیم و استفاده از کدام امکانات برشان برای بقای قدرتشان نقش داره. اما سیاسی شدن قومیت در این افغانستان بعد از 1880 کاملا یک تفاوت مطلق داره در جامعه. و مشکل اساسی ما چی است؟ که اینمی قدرت توسطی وابستگی های بیرونی بر یک تعداد بسیار کوچکی در افغانستان داده شده و اینا حکومت متمرکز ساختن و از او برای مفاد خود استفاده کردن که در اونجا باز مسئله خیشی قومی و این مسائل مطرح ساختن. یعنی کسی را که اینا مقرر میکنن، ببینین امروز در فاریاب چی میگذره. فاریاب والی فاریاب کسی بود که 4 سال در اونجا از منطقه و مردم کار کرد دیگه کرد و حالا او را بیرون میارن یواز یزی کسی دیگر روان میکنن که مردم میگن نه ما این کسا نمیخواییم. پس ضرورت به چیه؟ ضرورت به این است که ما باید اداره محلات کشور مانه به خود مردم محل بسپاریم.
ایواز یزی که اصرار به حکومت‌های متمرکز قوی قومی بکنیم، ما ضرورت به این داریم اگر می‌خوایم که سیاسی شدن قومیت در سیاست افغانستان کمرنگ بسازیم، ما باید حکومت غیر متمرکز بسازیم. حکومت مرکزی باید مسئولیت‌های خاصی از خود داشته باشه که مسائلی مثلا روابط بین المللی، مسائل حفاظت از سرحدات، دفاع از تمامیت ارضی، مثلا نگهداری از شاهراها، این مسائل مربوط به حکومت مرکزی بوده باشه. حکومت مرکزی باید قانون بسازه برای تمام ملت یک رنگ و باید کوشش بکنه که حکومت‌های محلی که خود مردم انتخاب می‌کنن در سطح ولسوالی ها، در سطح ولایات، اونا این قوانین را تطبیق بکنن، اما نظارتش باید در دست حکومت مرکزی بوده باشه. اگر ما نوعیت حکومتداری را در افغانستان تغییر ندیم، ما نمیتونیم از نقش مثبتی اقوام در جامعه در مسائل سیاسی استفاده کرده بتونیم. اگر امی شکل حکومتداری افغانستان که در 140 سال گذشته دوام کرده که حکومت مرکزی در دست یک تعدادی بسیار کوچکی که توسط خارجی ها یا انتخاب میشن یا تمویل میشن یا تایید میشن، اگر به دستی از اونا گذاشته شوه و اونا امی فرهنگ سیاسی نابکاری را که در گذشته ها ازش سوء استفاده کردن، از قومیت هم سوء استفاده کردن، از همه چیزا سوء استفاده کردن، اگر برای این شکل دوام بکنه، ما از این بلای سیاسی شدن قومیت در کشورمان هیچ وقت خلاص شدن نمیتونیم. و از اون لحاظ راههایی وجود داره، هیچ اجازه ندادن که راههای دیگه که غیر متمرکز ساختن قدرت بوده باشه و حق اداره محل توسط خود مردم محل در تمام مناطق، نه در هزارآجات بلکه در ننگرهار، در هلمند، در قندهار، در چخانسور، در همه جا مردم حقی را داشته باشن که اداره محلات خود و دست خود داشته باشن و کس حق نداشته باشه که از کابل همگی را روان بکنه و او هم روانش به اساس یا قومیت یا خیشی یا رشوت. ما مشکل ما در مشکل فرهنگ سیاسی کشور ماست. ما باید روی از او، این فرهنگ سیاسی بسیار مشکل زاست در جامعه ما، ما باید روی از او فکر بکنیم و راه‌های حلی را برش پیدا بکنیم و راه‌های وجود داره، منتها تا هنوز وضع سیاست در افغانستان اجازه نمیده که امکانات دیگر چی شوه به کار برده شوه تا ما بتونیم مشکل خود حل بکنیم و از اینکه مشکل خود زیادتر بکنیم. تشکر از شما دکتر صاحب محترم، سلامت باشین. زواک صاحب محترم، به عنوان آخرین سوال از شما و جنبندی بحث، از دیدگاه شما دکتر صاحب موسوی حکومت فراگیر ملی را مطرح کردند و دکتر صاحب شهرانی نام از حکومت غیر متمرکز بردند، از دیدگاه شما در افغانستان برقراری این حکومت ها چگونه ممکن است در کنار حضور تعدد حضور اقوام، و آیا به نظر شما غیر از محترم شمردن حقوق تمام اقلیت ها و تمام گروه ها این حکومت ها حاصل خواهد شد؟ دیدگاه شما در این باره چی است؟ خیلی کوتاه مختصر اگر بحثتون بفرمایید. بله، مننه. گرچه دادن سه بحث ده چه دیر زیاد بحث خبری باید بیوشی، مختصر رو بکوشن رو کمه چه مختصر روی علشم. اول خو دو قدرت عادلانه توزیع به هر لاری چه ممکن وی پنکولیش چه یو سعادت دوره دا دموکراتیک مختلف نظامون هسته ده پناره که اگر که فدرالی دی، غیر فدرالی دی، ریاستی دی، متمرکز دی، غیر متمرکز دی، لیکن په دغه ټول نظامونو کې قدرت په عادلانه توګه توزیع شوی دی او خلکو نه رضایت دی. دا چې کم هیواد، کم ملت ځان ته کم رقم رژیم غوره کړی دی، د هغې هیواد د شرایطو او د وضعیت پورې تړلی دی. نو په دې خاطر که د افغانستان ټول خلک متفق شي سره په یو نظام باندې، هغه که هر نظام وي هغه قابل د قبول دی. اوس په اوس وخت کې په اوسني شرایطو کې کله چې موږ د متمرکز او غیر متمرکز نظام پاتو ځو، نو باید د اوسني وخت شرایطو موږ په نظر کې د فدرالي نظام خبره ورته زه فقط یو ډېر مختصر یادونه کومه چې پاکستان هم فدرالي نظام، لیکن پاکستان کې اقلیتونو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، بلکې بدترین استبداد ورباندې حاکم دی. په بلوچانو بدترین استبداد حاکم دی، دلته فدرالي نظام. په پښتنو بدترین استبداد حاکم دی، په سندیانو باندې بدترین استبداد، لیکن هلته دی
فدرالی نظام خبر داده چې قدرت عادلانه څنګه دوش هغه که په فدرالی نظام کې یو که په غیر فدرالی نظام په دوه معنی باید فکر وشي. ما مخکې ویلې چې د افرادو د ټولنو د قومونو او بالاخره د ملت د حقوقو په اساس باندې باید موږ یو نوی اجتماعي قرارداد ته تر څو دغه عدالت تامین شي. غیر د دې نه نه کېږي. موسوي صاحب په ارتباط چې ما کومه خبره وکړله هغه په دې و چې هرې مسلې ته موږ باید د قومي زاویې نه ونه ګورو. مثلا یو مافیا حاکمه کېږي اوسنی حکومت تاسو یادو ډاکټر اشرف غنی درته یادو دی پښتون نه دی. ده چې څومره زیان پښتنو ته رسولی پښتون نسنالیزم ته رسولی هیچا ته نه دی رسولی. مثلا د ډیورند کرښې په سر چې ده معامله وکړله د ده زیان په قومي بحث کوي. دا خو زیان ټول ملت ته که ملي بحث کوو خو دا زیان ټول افغانستان ته دی ټول ملت ته دی. لیکن که قومي بحث کوو د دې زیان تاجک ته ډېر دی هزاره ته ډېر دی ازبک ته ډېر دی او که پښتون ته ډېر دی. د تروریزم سره په جګړې کې چې کوم سیاستونه وو د هغې قرباني څوک دي چا زیات تلفات لیدلي پښتنو زیات لیدلي د بمونو مور د پښتنو په سیمه کې استعمال شوله او ډاکټر اشرف غني مخالفت ونه کړ. نو ډاکټر اشرف غني په فکري او ایدیالوژیک لحاظ پښتون نه دی. یو مافیا ده چې په افغانستان باندې حاکمه ده. دغه مافیا څو کسان دي طبعا د شخصي ارتباطاتو په اساس شاید پښتانه پکې زیات لیکن دا یو پښتون نه دی. د دې مافیا یو ډېر مهم غړی چې ورسره نږدې دی او خلک د پښتون په نامه پېژني هغه پښتون نه دی. همدارنګه تاسو وګورئ غیر پښتانه د مافیا کې شته دی چې فقط او فقط یو شی پېژني چې هغه پیسې دي. نه پښتون پېژني نه تاجک پېژني نه هزاره پېژني. هر چا سره معامله کوي هر چا په ضد توطیه جوړوي هر چا ته امتیاز ورکوي او هر چا نه امتیاز اخلي فقط په دې خاطر چې ځان کوي. نو په دې خاطر اوس ډاکټر اشرف غني چې د تصادف له مخې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلی دی د ده غلط سیاستونه آیا موږ د پښتنو په نوم یعنې تعمیم په ټولو پښتنو ته یا قومي سیاست نه ورته ورکړو؟ نه دی. یو وخت کې جعفر مهندوي صاحب سره زه په یو بحث کې وم هغه ورته د فاشست لفظ استعمال کړ چې ډاکټر اشرف غني فاشست دی. ما ورته ویلې کاشکې فاشست پاکستان یو سلسله ارزښتونو ته باور لري که نه؟ په یو څه خو باور لري چې هغې ته کار کوي بد ارزښت دی لیکن په یو څه خو باور لري. بل پاکستان ملي غرور ډېر لوړ ملي غرور باندې باور لري. آیا ډاکټر اشرف غني کې تاسو ملي غرور پوري چې د هغه سیاستونه قومي سیاستونه تعبیر وکړي؟ د ډاکټر اشرف غني سیاستونه قطعا قومي سیاستونه نه دي. مافیایي سیاستونه دي شخص محوره دي. ده سره چې کومه ډله ده دا قومي ډله نه ده. دا یو مافیا ده چې حاکمه ده. نو که زموږ دي موږ که بل چا ته ویو چې تاسو نه ځان خلاص کول باید ځان تاسو نه خلاص هره پدیده مثلا که یو تاجک ازبک پښتون یو بد څه کوي نو د هغه بد موږ ټول قوم ته تعمیم نه کړو. تاسو وګورئ څونه یو بده رویه روانه ده په اجتماعي رسنیو کې. طالب یو استخباراتي ډله ده چې جوړه شوې ده د استخباراتو دپاره. حتی د دې اسلام نه کوم تعبیر چې لري هغه اسلام سره برابر دی. د دې سیاسي روش پښتونولۍ سره برابر نه دی لیکن موږ ورسره دغسې پرفت کوو چې کنې دا پښتانه دي. دغه غلط خبره ده. موږ کله چې زموږ لید چې دی موږ چې دنیا ته ګورو دغه که د تعصب په اساس وي بیا نو ډېر اسانه ده. بیا نو محکوم کول ډېر اسانه دي. طالب بد وکړل طالب پښتون دی پښتانه بد دي. محقق بد وکړل محقق هزاره دی هزاره بد دي. نه دغې وضعیت نه باید ځان ساتو. دغه کسان چې په قدرت کې دي د قدرت په خاطر باندې د قوم نه د ابزار په شکل استفاده کوي هغه ټول مردود دي. هو قومونه حقوق لري. زه دا خبره باید وکړم چې لکه څنګه چې قومونه حقوق لري ملت هم حق لري. لکه څنګه چې قوم حق لري چې خپل هویت وساتي خپل هویت ژوندی وساتي هغه که تاجک دی ازبک دی هزاره دی که هر یو همدغسې ملت هم حق لري چې دغه خپل هویت وساتي. قومي هویتونه ملي هویت سره باید په تضاد کې نه وي. دا فکر وکړو که موږ چې کله د ملي هویت خبره کوو نو دا په دې معنا ده چې قومي هویتونه حذف کیږي. دا فکر غلط دی.
دغه فکر پیدا شو په دې خطر باندې چې اعتماد نشته دی دغه فکر کېږي چې که یو هویت خبره کېږي نو دا د نور هویتونو د حذف باره کې دی د تاریخي تجربه زمونږ باید یو بل شی په نظر کې ونیسو موږ شخصي سلطنتونه څنګه مقایسه کوو د ډیموکراتیکو حکومتونو سره توقع نه دا لرو چې هغه حکومتونه چې د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د انتخاباتو په نتیجه کې راغلي انسټیټیوټونه پکې دي دولتونه دي منظم هغه د یو شخصي سلطنت سره اوس یو پاچا کېدای شي ډېر ښه سړی کېدای شي یو پاچا ډېر بد سړی او پاچا ته باندې یو قوم پورې تعلق لري هېڅ پاچا خو داسې نه و چې یو قوم پورې تعلق نه در نو هغه پاچا دی هغه ښه هم د هغه خپل دي د هغه قوم نه دي د هغه بد هم د هغه قوم نه دي د هغه خپل دي دغه د فرد ښه او بد باید تعمیم نه کړو عمومیت ورته ورنه کړو ټولو هغو ته د حل لاره هم دغه ده چې د حقوقو په اساس باندې موږ باید یو اجتماعي قرارداد وکړو د مصلحتونو په اساس نه موږ تر اوسه پورې او دا اوس هم همیشه د مصلحتونو په اساس سیاست کړو دوستم ته امتیاز ورکړه محقق ته امتیاز ورکړه پرلن یو حاجي قدیر ته امتیاز ورکړه بل ته امتیاز ورکړه دا امتیازات اشخاصو ته ورکړل شوي دي قومونو ته دا امتیازات د دي انتقال شي کله چې موږ قانون عادلانه وي قدرت توضیح پکې عادلانه وي او قانون تطبیق په ټولو باندې وي دا مشکلات حل کیږي که داسې نه وي نو دا به ادامه لري مننه تشکر از شما سلامت باشین زواک صاحب محترم رفیع صاحب در آخرین صحبت شما اشاره داشتین به این که باید پلی برای عبور از این وضعیت را پیدا بکنیم و با توجه به صحبت دکتر صاحبان درباره حکومت غیر متمرکز و مثالی که زواک صاحب درباره نظام فدرالیسم در پاکستان زدن با مقایسه این دو وضعیت شما فکر میکنین وضعیت افغانستان را در وضعیت فعلی افغانستان را شما چگونه بررسی میکنین بسیار کوتاه مختصر و راه بدیل از دیدگاه شما چه البته ما نظر خود دارم در مورد مسائل پاکستان به نظر ما پاکستان در طول نیم قرن گذشته رشد را انجام داده که در طول چندین قرن گذشته نتونسته بود به او برسه مثلا امروز پاکستان یک کشور اتمی بود مشکلات وجود داره ما خیلی موافق هستیم که در اونجا تبعیض و تعصب بسیار نهادینه است اما در دستاوردهایی هم که در سطح جهانی دارن نوع سیاست را که ایجاد میکنه امروز بالاترین حق از تمام قدرت‌های بین‌المللی میگیره و به اصطلاح کشور خود به عنوان یک کشور مطرح کرده که ما متاسفانه قربانی تمامیت خواهیش فعلا هستیم و متاسفانه رنج هم میبریم مقایسه نمیشه با افغانستان چون اونا تانسته نوعی از ملت ها بسازن اما در مورد این که ما واقعا آیا ما طرح رای برون رفت ما یک نظام فدرالی است یا نه این هنوز بسیار غور کار داره بسیار بررسی کار داره که ما بتانیم اون چالش های اساسی را که در قرارهای نو نظام فدرالی هست را بر ارزیابی بکنیم رهبران افغانستان واقعا دیدشان قومی است یعنی اگر شما فکر کنیم که رهبران موجود مثلا جناب آقای کرزی مثلا جناب آقای غنی مثلا جناب آقای محقق مثلا جناب آقای عبدالله اینا دید قومی ندارن متاسفانه اینا دید قومی دارن اینا هسته های مرکزیشان بنابر قومیت ایجاد شد چه آقای دوستم از چه آقای خلیلی از هر کدامشان هیچ کدام از اینا با یک دید فرا قومی نسبت به قضایای افغانستان شکل نگرفته شما دیدیم که رهبرانی که آمدن در شهر کابل اینا بزرگترین کارهایی که داشتن ترافیک زبان خود ساختن گفتن فلان کلمه استفاده نشه فلان کلمه را نمیمانه استفاده شد اینا نشان میده که دیدشان بسیار نسبت به در آنه که در جهانی که ما امروز زبان جهانی میشه زبان جهانی میشه ما پشت واژه های خود ما محکم گرفتیم خود این امکان نداره دیگه این نشان میده که دید ما دید بسیار کلان و وسیع نیست ما در مو حلقه خود ما محصور هستیم و متاسفانه محصور میمونیم بحث دومی است که رژیم های ایدئولوژیک رژیم های مذهبی و رژیم های قومی در افغانستان نتونستن تجربه خوب بدن شما عملا دیدن دیگه خلقی ها و پرچمی ها و تقریبش مجاهدین و تقریبش طالب ها پیش از اونا هم رژیم های دیگه تجربه بسیار تلخ را متاسفانه به افغانستان به جا گذاشتن آیا راحل ما میتونه که فراتر از این بحث ها مطرح شدن؟ مثلا اگر ما قرار باشه یک ملت ایجاد کنیم این ملت اساس شد چی بگذاره؟ به نظر من یگانه راه نجات افغانستان ایجاد حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون و دموکراسی است. دموکراسی که شمولیت همگان تمثیل شد
خب البته که با قول عامه میخوام بگم در صحبتی که در زمانی که جناب آقای جانکیری رئیس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بود در کابل ما با ایشان داشتیم، اونا گفتن که حتی اون دموکراسی را که شما میگین در آمریکا هم وجود نداره، ولی ما نوعی از دموکراسی در افغانستان که بتونه حداقل ما را از این لاک های قومی ما برون بکشن نیاز داره که در او همدیگر پذیری به عنوان یک اصل مطرح شود، تنوع به عنوان یک اصل مطرح شود، فرهنگ های متفاوت احترام شود، زبان های متفاوت احترام شود، برتری قومی، برتری زبانی، برتری فرهنگی وجود نداشته باشه. مثلا من با خیلی موافق هستم با جناب آقای زواک که در تمامی اقوام افغانستان از نقطه نظر فرهنگی زیر ستم بودن، مثلا قوم پشتون از نقطه نظر فرهنگی برای قرنها زیر ستم فارسی بودن و این حقشان است که اونا زبان خود داشته باشن، زبان خود باید به اصطلاح حفظ کنن و این زبان جزی از لاینفکی از فرهنگشان است. ما توانایی حذفش نداریم و اون است من فکر میکنم برای شرایط کنونی افغانستان برای ایجاد یک فکر ملی باید کار شود و این فکر ملی در همپذیری است، در همدیگر پذیری است، در احترام متقابل است و همچنانه که پیشتر جناب آقای شهرانی ذکر کردن در ارتباط با مسائل اسلامی مثلا اما مستر تعارفو یا لتعارفوی را که خداوند در کتاب مقدسش ذکر کرده نه تنها بحث آشنایی است بلکه احترام هم در بر میگیره، یعنی وقتی ما شما را مختلف آفریدیم که با هم معرفی شویم یعنی احترام هم به هم دیگه داشته باشه، چون اگر بحث احترام در بحث تنوع نباشه دیگه ناممکن است. مفسرین قرآن کریم باورشانی است که تعارف دارای دو منشه است، یکی منشه شناخت و دیگه منشه احترام و به اون از من فکر میکنم که خیلی جدی هست که ما نسبت به این قضایا برای افغانستان با یک سطح ملی و برای همدیگر پذیری بیانش. بله تشکر از شما رفیع صاحب محترم. تابان نتیجه ندادم. بله موضوع میزگرد ما آنچنان دربردارنده دیگر موضوعات مهم هست که ضرورت است که برنامه های بعدی و بعدی و میزگرد های بعدی و بعدی گرفته شود و افراد ای تربیون را در اختیار داشته باشند تا بتوانند که از تمامی گروه ها و قومیت ها صحبت بکنند. اما ما میزگرد خود ما را همینجا خاتمه میبخشیم. سپاس از حضور اساتید محترم سخنرانان گران ارج جناب آقای دکتر سید اسکر موسوی، جناب آقای دکتر نظیف شهرانی، جناب محترم غلام جیلانی زواک و جناب آقای محترم عزیز رفیعی و سپاس از همه شما بینندگان محترم میزگرد مجازی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان. عصر شما بخیر، شاد و سلامت باشین، خدا حافظ و نگهدار شما.